آقا جون، باید این کارو بکنم. تو خیلی هنر بکنی بتونی دوتا بچه رو نگه داری. مگه میشه با دوتا بچه کار کرد؟ خیلی بودن بیشتر از دوتا بچه داشتن ولی کار کردن. هنوز از پول فروش خونه مونده؟ اگه این پولم خوردیم تموم شد بعد چی؟ من هنوز میتونم کار بکنم. چه؟ آقا جون قربونتون برم، آخه کسی دیگه الان ناسخ و تواریخ و بهارالانوار و صحیفه سجادیش و صحافی نمی کنه. هر روز داره تو بازار نسخه‌های جدیدتر، بهتر، تمیزترش میاد. بعدش هم شما به اندازه کافی کار کردین، الان وقت استراحتتونه. دیگه من باید کار کنم. بعدش هم من دوتا بچه دارم که باید بزرگشون کنم. خب منم دوتا بچه دارم. آقا جون محمد نیست، محمد رفته، محمد مرده. الان من فقط شما رو دارم، شما هم منو دارین. خیلی هم دوستتون دارم. در ضمن دو تا نوه دارین که دوست دارن سایه‌تون تا آخر عمر بالا سرشون باشه. چایتون رو بخورین. حالت خوبه؟ من بچه ها رو هر دوشون رو خوابوندم. اینم غذای خانم. اگه عیب نداره من زودتر برم، هوا داره تاریک میشه. حالا یکم دیر برم. برو. راست میگه، هوا داره تاریک میشه، راهش هم دوره. برو بابا جون. آها دستتون درد نکنه. با اجازه. غذای زنت رو خودت بهش بده. چشم خودتون. این که گفت بچه ها رو خوابوندم الان برمیگردم. آقا صابر. بله آتی خانه. جود که دارم بالا گریه میکنه. زی بچه رو رفت. آقا جون گفتم برم. خب اب نداره، تو برو پیششون و من صبح برنیز جونو میدم. ممنون. رئیس جون صاحبش هم کلاسی مامان بوده، خیلی هم به هم نزدیکن. مامان دیشب بهش زنگ زد، تلفنی بهش قضیه رو قبول کرد. به نظر من بر تو بهترین کاره. به نظر قبول میکنم، اونم با دو تا بچه که دائم باید با من باشن. به هر حال تو این شرایطی که تو داری بر تو بهترین کاره. سلام، خسته نباشی. خانم گرامی تشریف دارن؟ ممنون. دوری!
میتونی از همین فردا کارتو شروع کنی. هر دو تا بچه‌ت هم میتونن پیش خودت بمونن. البته کوچیکه میره قسمت نوزادان، بزرگه پلو خودت تو هر کلاسی که هستی میمونه. غذات هم میتونی با بچه‌هات همینجا بخوری. میمونه حقوقت. البته زیاد نیست، ولی خب تو هم تازه کاری دیگه، انشالله به مرور زیاد میشه. چی میگی؟ خوبه؟ خیلی خوب، حالا بچه ها رو بسپر به مربی ها، بیا تو دفتر با هم صحبت کن. فقط یه چیزی، مامان عاطفه همه چیزو برام تعریف کرده، میدونم عزاداری. ممنونم برام. بچه ها معمولا نسبت به رنگ سیاه واکنش خوبی ندارن. البته خیلیاشون هنوز رنگا رو هم تشخیص نمیدن، ولی اینجور که تو سر تا سر سیاه پوشیدی با روحیه کودکانه‌ای که دارن ممکنه افسردهشون کنه. من نمیگم رنگ و رنگ بپوش، اما اینجوری هم سر تا پا سیاه، خب البته ممکنه خانواده هاشون هم خوششون نیاد. خب البته بله، حق با شماست. من فکر میکنم که ستایش اگه که یه مقنعه توسی خاکستری رنگی، حالا اگه باشه خانم، من نمیخوام این کار رو از دست بدم. یه لباسی میپوشم که بچه ها افسرده نشن. وقتی منو بوسیدی بهترین لبخند دنیا به لبت بود. این لبخند رو از بچه ها و مادرشون که میان اینجا دریغ نکن. چشم خانم. مبارکه. چایتون رو بخورین تا بریم با بقیه کارمنده آشنا بشین. قبول باشه آقا جون. قبول حق باشه بابا. اگه نمازتون تموم شده یه چایی با هم بخوریم. خب بیا بشین همینجا میخوریم. جمع نکنیم، من جمع میکنم. بچه ها کجا؟ محمد خوابه، نازگلم با اون عروسک که شما خریدین داره بازی میکنه. راستی آقا جون، دیگه عروسک نخرین، اتاق پر شده از عروسک. هیچ کدوم از این عروسک ها به خوشگلی یه بروجک های من نمیشن. حکایت شما هم شده حکایت خاله سوسکه. ببخشید آقا جون، منظورم با خودم بود. حالا کی میری؟ خانم گرامی گفت میتونم از فردا برم، ولی خودم میخوام بعد چله برم. وقتی آدم میخواد بره کار بکنه دیگه هفته و چله معنی نداره. برای کار کردن که آدم وقت و زمان نمیذاره. باید سیامو در بیارم، سر تا پا سیاه بچه ها رو افسرده میکنه، یعنی خانم گرامی میگفت. خب راست میگی بابا، خودم از سیاه درت میارم. زنده باشی آقا جون. بفرمان آجو خانم، جنس رو ببینی؟ جنسش از ابریشم واقعی هم لطیف‌تره. یه کمی رنگ و رنگه. آه، یه لحظه صبر کنید، متوجه شد میشم. بفهمید. هم جنسش خوبه، هم رنگش مطابق میل و سلیقه حاجی. چجوری بگم؟ روم نمیشه، افسرده است. افسرده؟ مگه روسری آدمه که افسرده و سر حال داشته باشه حاجی؟ از جنسشه که اونم جنسش خیلی خوبه. میدونم سرتون شلوغ، خیلی کار دارید. من در واقع یه چیزی میخوام که رنگ و رنگ نباشه، یه جوری در واقع رنگش کدر نباشه. ببین حاجی، ما همین دو نمونه جنس رو داریم، افسرده و خیلی سر حال، حد وسط هم نداره. ببخشید مزاحم شدم. کار میکنی غلام؟ سلام آقا. آقا جو این نرده ها دیگه پوسیده. سلام. سلام. آقا تو رو خدا ببخشی، خیابونا قیامت بود، یه رابندوری بود که دیگه نگی. عزیز که تا اینجا رو دویدم تو خودمو برسونم. خیلی خوب، حالا که رسیدی لازم نیست بدوی، با
برو برس به بچه ها. بمیرم الهی. آقا این نرده ها دیگه عمرش کرده، این آقای فرامرزی دور همه ای باغچه‌هاش کنده، میل آهنی زده. شما اگه اجازه بدید میخه تو بکن غلام علی. الهی زیور بمیره، گریه نکن قربونت برم. ببخشید گیر کردم، غلط کردم. ببین دیگه گریه نمی کنم، غلط کردم، گیر کردم. دیگه دیرتون میدم عزیزم، جانم، وای جانم، قربونت برم. بیا 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 قربونت برم، غلط کردم، گیر کردم. سلام آقا. چه خبر؟ تو چی؟ خبری نیست. جورین؟ بله آقا. خب چی میگفتی تو؟ 27 تا 20 اومدم اینجا زاده 20. آقا مگه میشه 20 چیه؟ مگه میشه که 20 تا بره؟ آقا امکان نداره که هرچی دارن که باد کنک نیست. سلام آقا. آقا حالتون خوبه؟ بریم رو کنید برم. صابر صابر بابا. سلام آقا جون، ببخشی نمیدم چطور شد یه دفعه خوابم برد. تو که سابله وقتی بخوابی بقیه زیر روی کار هاپولی کردن که هنون نفهمیدی پیش میدونی جماعت و کارگره واس چهار تا چش داشته باشی؟ وقت تو همون دوتایی هم که خدا بهت داده بستی؟ ببخشید آقا جون. به خدا تا صبح نخوابیدم، یا این ونگ میزد یا اون یکی، یا باست اینو عوض میکردم یا شیشه شیره اون یکی رو میدادم. نزاش بخوابم، کوچه که مثل که دلدر داشت. تا صبح بیدار بودم. ببخشید آقا جون. الان میگم براتون چایی بیارم. صفایی صفایی بیا بالا برات دارم. اینجا جونم آقا بفرمایید. صفایی جونم برو دنبال مش سفر و صابرم بگو بیاد اینجا. بله چشم. ببین جونم خودت هم بیا. آه بله چشم آقا. بله آقا جون. بیا بگی بشین. خوام بارنامه و حواله ها رو. بارنامه در نمیره. بیا بگی بشین. چشم. سلام آقا. سلام مشتفر. امری داشتیم بیام خدمتتون. بیا بشین. جسارت آقا، همینجا در خدمتم. مشتفر بشین. دو کلوم حرف باهات دارم. صفایی تو هم بگی بشین. چشم. ده نه اونجا نه، اونجا نه مش سفر. بشین اینجا. بفرمونم آقا. مش سفر.
قضیه عیال صابر رو که میدونی؟ خدا شفا بده. بله آقا شنفتم. حالا این صابر ما مونده با دوتا بچه یه وجبی و یه زن که حتی نمیتونه قاشق دهن خودش بذاره. خدا کرام الکاتبین آقا. آره کرام الکاتبین هست، به شرط اینکه بندش هم یک کمی مخ به کار بگیره. مصطفی میخوام دخترت زیبر رو واسه صابر خواستگاری کنم. میدونی نمیخوام حجره من خوابگاه پسرم باشه، میخوام یه زن بالا سر زندگیش باشه. مهر هر چقدر خودت تعیین کردی قبوله. یه خونه 300 متری هم نزدیک میدون میندازم پشت قبولش با همه اسباب و اساسش. فعلا تو اسباب کشی کن برو اونجا. بغل حجره حاجی مرادی هم یه حجره خالی است، اونجا رو آب و جارو کن. خودت برو اونجا. واسه نگهبانی هم یه نفر پیدا کن بذارش سر کار. البته مصطفی این به شرط اینه که گفتگیری نداشته باشه. ببین اگه دخترتو شیرنی خوردین به نام کسی دیگه، اگه با کسی دیگه حرف زدین، نومزد داره یا عقد کرده است یا خودت یا زیور راضی به این وصلت نیستین، این حرفا رو همینجا چالش کن. خب جوابت چیه مشتی؟ دخترتو سرم هم میدی؟ شما خودتون صاحب اختیارین آقا. زیور کنیز شماست، عزیز ماست. ببین مجد سفر وضع ما رو که میدونی، تا این چله جلو بیفته اونا میتونن برن محضر رو عقد کنن. سال تاهره که خوش سرگوشتیم وقتی خواست براش عروسی هم میگیرم. الانه دیم بله دیم با واسه ما قباحت داره. خدا شما رو از آقایی کم نکنه آقا. صفایی بگو دو تا صندوق پرتقال آبگیری بذارن عقب ماشین. سوار شو. چه؟ کاش اول به من گفته بودین آقا جون. بکی چی میخواستی بگی؟ خواستی بگی نه؟ ببین پسر، هر زنی رو بیاری تو اون خونه تا بیاد اسم بچه هاتو یاد بگیره جفتشون نفله شدن. تازه اگه عده نداشته باشه از تایی دل بخواد براشون مادری بکنه، فردا که بچه خودش به دنیا اومد دوتا بچه ای تو نشن آینه ای دق واسهش. خلاصه هزار تا اما اگر باز چورشه. خیالت واسه من راحت بود، واسه سفر نگهبان تاق و جف ردیف کنم که رضایت بده دخترش عروس من بشه. آره ببین سوار شو. چشم ببین پسر، میدونی
هیچ وقت نمیفهمی دنیا قراره چجوری به چرخه. این ورشه میبندی، این ورشه به تون میریزی، اون ورشه با یه میختبیله سفت میکنی، دنیا رو به چهار میخ میکشی. خلاص، خیالت راحته که اونجوری میچرخی که تو بهش فرمون میدی. اما یه هایی یه طوری میچرخه، یه جای زانو میزنه که هیهات اگه فکرشو کرده باشی. من واسه عروسم کمتر از وکیل و وزیر لب نمیتره کندم، کمتر از دکتر و مهندس تو کتم نمیرف. اما امروز چارچشی تو دهن سفر نگهبان بودم که کی بهله بگم. دنیا اینه پسر، کنف یکونشه. سلام. سلام زیور، چیکار میکنی؟ دارم انیس خانم میبرم تو حیات هوا بخورن. آقا یه دقیقه بیا اینجا، کارت دارم. چشم. گفتم از فردا یه پرستار بیاد برسه به انیس. خیلی سنگین شده، تو دیگه نمیتونی بذاره وردارش کنی. پرستار هم کاراشو میکنه، هم بلده بهش یاد بده که چطوری با چشاش مقصودشو به بقیه بفهمونه. تو فقط برس به بچه ها، هرچی شما بگین. آقا کجا؟ هنو حرفم تموم نشده. من امروز تو رو از بابات و ساق صابر خواستگاری کردم. بابات رضایت داد، مونده رضایت خودت. بچه ها مادر میخوان. جوابتو نمیشنفم. صاحب اختیار اینا باریکلا. به قولم علی بگو یه کمک بیاره اون اتاق تهیه رو راست و ریزش کنین، انیسو ببرین اون تو. شما دوتا هم بعد عقد با بچه ها برین تو اتاق انیس. افتاد؟ بله آقا جون. عاقبت به خیر بشین. Thank you.
پدرت میگفت شناسن و باید پیش خودت. بده به من، باید بدیم به نظر. خیلی خوب کاری کردیم. صابری داشت از پا می افتاد. اینجوری خیالش از بچه هم راحت میشه. خیال خودتونم راحته. نه، خیال من راحت نیم. هنو یه کاری مونده که باید بکنم. چه کاری؟ بچه های تاهر رو باید از اون زنه پس بگیرم. پسشم میگیرم. فقط باید از حالا به بعد تو نه حرف بزنی، نه سوال بپرسی، نه واسطه یه چیزی بشی. فقط صبر کنی تا من پسر طاهر از این زنه بگیرم و بشونم رو زانوت. افتاد؟ خانگرم جان خسته نباشی. میگیرین اینو من لباسم عوض کنم محمدم بیارم؟ ببینم چه دختری داری. سلام کردیم. سلام سلام مامان، بیدار شدی؟ وایسا مامان لباسشو برداره بریم خونه. شدی وای ترانه جون خدافظ، خسته نباشی. ببخشید باعث زحمتتون شدم. الان میگیرم ازت. باشه میارم. از کتلتای زورم مونده، میخوای بدم ببری؟ نه به بابام قول دادم براش دمی باقالی درست کنم. چه حوصله داری؟ حالا خسته و مرده داری میتازی میخوای شام بپزی؟ خودم هم گفتم چند تا از کتلتا رو بذارن شام بدم بچه ها و باباشون. کی حوصله شام پختن داره؟ نه من میدونم بابای من از بعد از اون به عشق دمی باقالی میاد خونه. با اجازه. بیا مامان. نازگلم مامان نخوابی یا باشه؟ نمیتونم جفتتونو با هم بغل کنم. دو دفعه شعرت بیه تو دارم قلقلیه رو بخونی رسیدم. ماما بابا بزرگ کجا؟ میاد دخترم بابا بزرگتم میاد. برو تو برو پیش داداشت. منم الان میام پیش تو. برو مامان. مواظب داداشت باش تا من بیام. باشه؟ نمیکنه. نمیکنه. مواظبش باش. خب thank you.
دخترم قشنگ بخور، چشاتو ببند، چشاتو ببند، 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 آفرین قشنگ ببند، آفرین. جواب نمیده. الو سلام آقای حقیقی، حالتون خوبه؟ آقای حقیقی من میخواستم ببینم پدرم هنوز مغازه است. دو ساعت پیش؟ نه نه فکر کنم رفته مسجد. ممنونم، ببخشید مزاحم شدم، خداحافظ. سلام حاج آقا، خوب هستین؟ خانم خوبن؟ نادری هستم، دختر آقای نادری. به لطف شما دست بوسم. حاج آقا نصرت، مزاحم شدم ازتون بپرسم پدر من مسجده؟ نه، دو ساعت از مغازه اومده بیرون ولی هنوز خونه نیومده. نگران شدم. نه، اگه مسجد نیاد یه راست از بازار میاد خونه. بله، چشم. سلام برسونی. خداحافظ. آقای نادری، آقای نادری، سلام آقای نادری. سلام عاطفه خانم، چطوری دخترم؟ ممنون، شما اینجا چی کار میکنی؟ کلیدم یادم رفته، پیری و هزار درد سر. آدم پیر که میشه، زانواش بی قوت میشه، دندوناش میریزه، موهاش سفید میشه. حواسم که قربونش برم، میره برای خودش. داشتم میامدم مثل که اشتباه کردم، حالا هرچی زنگ میزنم انگار کسی نیست صدای زنگ منو بشنوه. آقای نادری. بله. شما این خونه رو فروختی؟ اینجا دیگه مال شما نیست، یادتون نمیاد؟ بایستی من الان میام. کجا؟ در ببندم، زود زود میام. بیا اینجا. تو فکر میکنی من آدرس خونه جدیدمونه بلد نیستم؟ میخوای برات بگم؟ خب حواسم پرت شد، نمیدونم به چی فکر میکردم. آقای نادری، به هر حال هم دلم برای ستایش نشده هم کارش دارم. من که نمیخوام شما رو همراهی کنم تا اونجا، شما میخواید من رو همراهی کنی. زود زود برمیگردم، همینجا وایسی، جایی نرید. خدای من،
میگی تقاضا چی؟ چند ساعته؟ من میخواستم ببینم امروز تو محدوده شما تصادفی اتفاق نیفتاده؟ چند ساعته؟ راست میگه دیگه دختر گنده، خاطر چند ساعت. بله؟ آقا جون من که مردم از دل با پسی. چه خبرتی؟ آقا جونت اومده بودم به همسایه قدیمیش یه سری بزنم. واقعا که نمیشد یه زنگ بزنی؟ آره چه بابا، راه میدی بیام تو روی برم. بفرمایید قدمتون رو چشم. من میرم شما آماده کنم. من اول وضو بگیرم. خوش اومدی آتت. من شام نذاری یا من نمیخورم. شدم اینو گاف، لب به غذا نمیزنم. حالا چه شدی اینو گاف چه نشدی، باید الان بخوری. بعدش هم یه خانمه رو پیدا کردم ترشی خونگی درست میکنه. چه ترشی هایی؟ چیه؟ آقا جونت اومده رو در خونه قدیمی تو. برای چی؟ یعنی خونه شما نبود؟ نه، دیدم صدای زنگ خونتون همینطوری پشت سر هم داره میاد. گفتم برم ببینم کیه، شاید آشنای فامیلی کسی باشه. دیدم آقای نادریه. جیبوشه همینطوری پشت سر هم میگشت، گفت کلیدم اونجا گذاشتم. گفت پشت در خونه موندم. وای. متوجه شده بودی؟ فقط همینو کم داشتم. فکر کنم باید ببریش دکتر. یه دقیقه اینجا بایستا. آقا جون. جانم میخوام برم بچه ها رو ببینم. خوابن. آقا جون من باید بهتون یه چیزی بگم، میترسم ناراحت شی. نه بگو گوش بکنم. آقا جون شما باید برین دکتر. این اون حرفی بود که میترسیدی بهم بگی؟ خب گفتم با این اتفاقاتی که این چند روز افتاده. ببین ستایش، میدونم که ذهنم تمام خاطرات تلخو داره میریزه بیرون، اما دیوونه که نیستم واقعیتم بریزم بیرون. آره یه خود حواسم پرت شده. بریم دکتر، اصلا لازمه بریم. ولی چه بخوای چه نخوای من بچه ها رو بیدارم. نازگل بابا بیدار شو. بیدار شو باری کلا دخترم. به 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 امروز با آبده. امروز خیلی دارم برای تنگ شده بود. چی کار کردی امروز؟ بازی کردی؟ داداش خوابه. آره یه بزن یه بخل سرگیجه نداریم؟ نه. سردرد، دوبینی، تار شدن چشم؟ نه. تو بستگان درجه یکتون سابقه آلزایمر داشتین؟ نه نداشتی. به نظر میاد که بهتر باشه براتون یه امارای بنویسم. متوجه شدین از کی حواس پرتی یا فراموشی گرفتین؟ بله. از کی؟ از وقتی که یه اتفاقاتی افتاد که باید فراموش میشد. این یه فلسفه هست؟ نه دکتر، یه حقیقته. یه چیزایی هست که یادم میره. البته نه همه چی. همه چیزای خوب یادم میمونه، تو ذهنم هست. مثلا عملیات فتح المبین چه روزی بوده، یا والفجر، یا آزادی خرمشهر چه روزی چه ساعتی، یا حتی تو عملیات فک چند تا اسیر داشتیم.
اینا چیزایی که از ذهنم نمیره بیرون، ولی یه چیزی هست، نه که خودم بخوام، اون تحتهای ذهنم میخواد فراموش کنه. مثلا فراموش میکنم که خانمم فوت کرده، یا خونمون عوض کردیم، یا پسرم. راستی دکتر، این امارایی که میگی چی هست؟ یه جور عکس برداریه. چند تا قرصم براتون مینویسم. میتونم بلنشم دکتر؟ بله بله، خواهش میکنم. بگیرم کتتون آقا. نه بابا جون، میپوشم. دست درد نکنه. میتونم بپرسم شغل شما چیه؟ شغل مهمم نگهداری نواهامه. البته صافی هم میکنم. پدرتون آدم جالبیه. آدم نه، فرشته است. فرشته جالبیه. مال تو هم اونجاست، میارم برات. میشوشو آقا جون، این قرص الانتون یکشم بعد ساعت 16 بخوریم. چشم چشم. بیجون دخترم دیر شد. بیا بابا. بریم بریم، دیرمون شد. موضوع بچه ها باش. میگم حسابی بعد حساب شدی پیش تو بابا. بابت هر چیزی 10 دفعه تکرار میکنه. آقا جون تو رو خدا ناراحت نشین. موضوع باش دودم برگردیم. چشم، خداحافظ. برگردین و من منتظرم. دست بودم اوانه. موضوع باش. باشه چشم. ابا بزرگ خداحافظی کن. خداحافظ بابا. خداحافظ. عروسکت هم بده من بذارم تو کیفم. آفرین نازگل گلم، دختر خوشگلم. گرم آقا، من سر این خیابون پیاده میشم. دمه در کارت دارم. با من؟ نگفت کیه؟ نه، تو برو و من کلاس اداره میکنم. بچه ها بیاین دوباره از اول. عمو زنجیر بافت. بله. زنجیر منو بافتی. بله. پشت کنم. چی شد عاطفه؟ بابا؟ نه بابا، چیزی نشده. کار دیگه ای دارم با امروز یه مامور اومده بود در خونتون، اینو آورده بود. من گفتم اینا اصلا از اینجا رفتن، اما بعد رسیده امضا کردم گرفتم. قوه؟ قوه قضاییه برای چی؟ نمیدونم. نوشته 26 باید بری دادگاه. ظاهرا پدر بزرگ بچه ها درخواست داده هزانتشون ازت بگیره. لابد میتونسته که کرده. عدم صلاحیت اخلاقی. میخوای یه وکیل بگیری؟ وکیل برای چی؟ ببین ستایش، پدر بزرگ بچه ها میخواد هزانت اونا رو ازت بگیره، برای همینم هم دادخواست داده. تو اگر میخوای اونا رو نگه داری، اگر میخوای از صلاحیتت برای هزانت دفاع کنی، باید وکیل داشته باشی. من میتونم از بچه‌ام دفاع کنم. ستایش جان، کلی ماده و قانون و تبصره و این چیزا وجود داره. تو که به این چیزا وارد نیستی. من با قانون و تبصره چی کار دارم؟ من مادرم بچه‌ام. خب پدر بزرگشون هم ولایتشون داره. پدر بزرگشون هر کیه واسه خودشه، مادرشون که نیست. من بچه‌مو به مرد نمیدم، حتی یه تار موشونم بهش نمیدم.